سرخط خبرهای مهم، وزیر تحصیلات طالبان در بدخشان به خواسته های غرب تسلیم نمی شویم. استقبال کمپیشینه مردم از سخنان فائق نماینده افغانستان در برابر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل. واکنش شورای مقاومت ملی به نشست مسکو، قضیه افغانستان با حضور طالبان حل نمی شود. و همچنان در پایان، پس از حادثه دیروز طالبان نظامی صفشان را جدا می کنند. مشروع خبرها. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در همایش در بدخشان گفته است که غرب تلاش دارد تا ارزش‌های خود را بر ما تحمیل کند، اما ما به خواسته های غرب تسلیم نمی شویم. ندا محمد ندیم در سفری که به بدخشان داشته است افزوده طالبان برای استقرار نظام اسلامی مبارزه کرده و در این مورد سازش نمی کند. وزیر تحصیلات طالبان در میان استادان و علمای دینی ولایت بدخشان سخنرانی کرد و گفت که تأمین امنیت، پایان بخشیدن به حاکمیت های ملک الطوایفی و اجرای شریعت از مکلفیت های طالبان بود که انجام شده. حالا اطاعت از طالبان و شرکت در مبارزه فکری با دشمن از وظایف شماست. به گفته آقای ندیم، وزارت تحصیلات عالی طالبان سال گذشته نصاب بیش از 70 رشته را ارزیابی کرد و برای ارتقای ظرفیت استادان دانشگاه ها بودجه خاصی در نظر گرفته است. این در حالی است که از وقت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان شده، آموزش دختران را در دانشگاه ها ممنوع کرده است. استقبال کمپیشینه مردم از سخنان فائق نماینده افغانستان در برابر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل. پس از تنش لفظی میان نصیر احمد فائق و منیر اکرم نماینده افغانستان و پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل، موضع آقای فائق با استقبال شمار از فعالان افغانستان روبرو شده و از سخنان نماینده افغانستان در برابر نماینده پاکستان ستایش کردند. ملک ستیز پژوهشگر در پلتفرم اکس نگاشته است که واکنش آقای فائق در برابر سفیر پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل کاملا قابل درک و توجیه پذیر است. آقای ستیز افزوده است که سفیر پاکستان بدون درک و فهم دقیق از حقوق بین الملل عمل کرده و این کرسی و نماینده آن را زیر پرسش برده و اهانت کرده است. روز گذشته منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را نماینده هیچ کس توصیف کرد و گفت او فقط از خودش نمایندگی میکند، چون دولت که او از آن نمایندگی میکرد دیگر وجود ندارد. واکنش شورای مقاومت ملی به نشست مسکو، قضیه افغانستان با حضور طالبان حل نمیشود. در آستانه برگزاری پنجمین نشست فرمت مسکو در کازان روسیه با حضور وزیر خارجه طالبان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته که قضیه افغانستان با حضور یک جانبه این گروه و بدون اشتراک دیگر احزاب و ائتلافهای سیاسی حل نمی شود. این شورا در اعلامیه در پیوند به نشست فرمت مسکو گفته که تأمین امنیت جهانی ضرورت همه کشورها بوده و سرنوشت تمام بشریت در برابر پدیده شوم تروریسم مشترک و همگان از آن آسیب پذیرند و مقابله با این خطر مسئولیت جمعی جهان است. تاجدین سروش در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد پذیرایی طالبان از دشمنان اسلام در قلب کابل. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با نمایندگان حزب آزادی ادریش که اسلام ستیزی و سوزاندن قرآن شعارشان است در کابل دیدار کرده است. این حزب بار گفته است قرآن و اسلام از ویروس کرونا خطرناکتر است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نمی‌گویند. روایت های دروغین، طالبان در چه زمینه های از رهبر خود اطاعت نمی کنند. فرمان شماره 44 در جریده رسمی آمده است که غصب جایدادها و زمین های شخصی مردم توسط طالبان را منع کرده است. این فرمان هم از سوی رهبر طالبان و هم از سوی جنگجویان این گروه پیوسته نقض و نادیده گرفته می شود. زمین های هزاره ها در اروزگان و دایکندی و زمین های ازبک ها در شمال از سوی جنگجویان طالبان غصب شده و در برخ موارد به کسان دیگر که به این گروه وابستند توزیع شده است. اخیراً باز هم طالبان در شهر مزار شریف یک مسجد و مدرسه مربوط به اهل تشیع را تخریب کرده و زمین آن را غصب کردند. فرمان شماره 8 مورخ 7/3/1441 ملا حبت الله خونزاده در مورد جلوگیری از بازداشت متهمان توسط طالبان غیر مسئول و شکنجه آنها در بازداشتگاه هاست.
در فرمان آمده است اگر یک شخص متهم باشد که در مورد وی کشف الحال ضرورت باشد، صرف مسئولین ولایت و استخبارات می توانند که به غرض کشف الحال وی را زندانی نماید که مدت توقیف وی را به یک ماه رساند. اگر برای کشف الحال به وقت بیشتر ضرورت بود، در این صورت از محکمه تمدید اخذ نماید، در مدت توقیف حذر نود تعذیب دادن اجتناب نماید، زیرا که صلاحیت تعذیب و تعذیر نزد محکمه است. اگر غیر از محکمه کدام شخص به کس تعذیب و تعذیر می‌دهد، این عدالت نه بلکه ظلم است. عبارت این فرمان از سوی طالبان نادیده گرفته می شود. طالبان خودسرانه مردم را بازداشت می کند. زندانهای شخصی دارند. به غیر انسانی ترین نوع در بازداشتگاه ها مردم را شکنجه می کنند و حتی آنها را می کشند. موارد زیاد گزارش شده است که بازداشت شدگان در بازداشتگاه های طالبان زیر شکنجه جان می دهند. اما هیچ وقت عامل این شکنجه های غیر انسانی مورد بازپرس قرار نمی گیرد. همین چند روز پیش یک نظامی پیشین در هرات در بازداشتگاه طالبان زیر شکنجه جان داد و ده ها نمونه آن از سراسر کشور گزارش شده است. در این مورد مردم پنجشیر آسیب بیشتر دیدند. پنجشیری های زیاد زیر شکنجه طالبان در بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی این گروه جان دادند. مقام های طالبان هر کدام برای خود زندان شخصی دارند. فرق هم نمی کند که مقام خود او نظامی است یا ملکی. یک نمونه از آنها زندان های شخصی مقام های این گروه در قندهار است. نمونه دیگر زندان شخصی عبدالحمید خراسانی است. تا زمانی که هیچ مسئولیت از سوی گروه طالبان نداشت، هم مردم بیگناه را بازداشت و زندانی میکرد. در این بازداشتگاه ها و زندان ها افراد به بدترین نوع ممکن شکنجه می شوند. اتهام تجاوز جنسی بر زندانیان هم به طالبان وارد شده است. از سوی دیگر گزارش شده است که طالبان به بیضه های زندانیان مرد وزن های سنگین می آویزند و به آلت تناسلی آنها سوزن می زنند. نوع دیگر از شکنجه های مرسوم طالبان شلیک کردن به کف پاس. پس از آن فرمان بعدی ملا حبت الله با شماره 9 به تاریخ 7/3/1441 در مورد رفتار نیک با زندانیان صادر شده است. دستوری که شبیه فکاهی و جوک است. طالبان و رفتار نیک، آن هم در زندانها، یک طنز تلخ و پر از زرخند است. این فرمان ملا حبت الله چند روایت و حدیث است که بر رفتار نیک با زندانیان تاکید دارد، اما همان شواهد پاراگراف بالای برای اثبات این که طالبان به این فرمانها وقت نمی گذارند و حتی به نظر می رسد این فرمانها برای دیکور و نمایش صادر شدن کافی است. فرمان دیگر با شماره 65 به تاریخ 16/3/1442 از سوی ملا حبت الله صادر شده است. این فرمان دو بند دارند که در بند اول آن یک بار دیگر شکنجه های بازداشت شدگان بدون حکم محکمه توسط جنگجویان طالبان را منع کرده و در بند دوم آن طالبان را از گرفتن عکس و ضبط ویدیو از جریان شکنجه ها برحذر داشته است. به همان دلایل که قبلا زیر فرمان شماره 8 ملا حبت الله بیان شد، این فرمان از سوی گروه طالبان به پیشیزی هم خریده نشده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. الله یار مددگاری همه شما باشه.